خب تصنیف امشب شب مهتابه از علی اکبر خان شیدا در آواز اصفهان که با همین کوک اصفهان و همایون ما هم جور هست میتونیم اجراش کنیم. از کتاب یادگاران تألیف و تنظیم آقای کامکار هست. ما بر اساس این نوت، البته با تغییرات جزئی، این کار رو انجام میدیم. خط اول طبق این کتاب در واقع سلیقه‌ای است و مقدمه است بر این تصنیف. ما این رو اجرا نمی کنیم. از خط دوم که خود شعر تصنیف شروع میشه طبق این کتاب میخوایم بریم جلو. از سل شروع می کنیم. تیریل ها رو اینجا چهار تا ضربه اجرا می کنیم. ره می ره می. راجب واخوان ها هم که اینجا اومده چند تا نکته وجود داره. این واخوان ها یا زینت ها سلیقه ای هستن، میتونم از ترکیب های دیگه ای استفاده کنم، این هیچ مسئله ای نداره، ولی نباید فقط اینقدر تمرکز بکنیم این طرف. شما دیدم دوستانی که اینو یاد میگیرن اینقدر متمرکزن روی این قسمت از قسمت سفید که حتما این کار رو اجرا بکنن و درست اجرا بکنن، مضراب در واقع رو سیم‌های زرد به عنوان زینت پرتاب میشه یا اصلا اجرا نمیکنن، یعنی اینقدر متمرکزن. این بخشی از زیبایی کاره. فقط ببینید من اگه غلط از واخوان استفاده کنم کار درست در نمیاد. ببینید یه جوریه دیگه، انگار دستم روی نوت اشتباه خورد، در حالی که من سنتورم تنظیم هست، همه چی درسته. برای اینکه دارم از نسبت غلط استفاده میکنم. دو لا، لا اینجا کرون هست و نباید به عنوان زینت حداقل توی این جایی که الان هستیم استفاده بشه. پس ما یا اصلا زینت ها رو کلن حذف کنیم که من توصیه نمی کنم، یا اگه داریم اجرا می کنیم یا داریم از خودمون چیزی اضافه و کم می کنیم دقت کنیم منطقش رو از معلممون بپرسیم. الان این فاصله چهارمه که خیلی از دستگاه های ایرانی این فاصله فاصله زیبایی شناسانه و خوبیست، میشه استفاده کرد. دو سول یا ره، حالا بعدا میبینیم رو رم میشه بریم. پس دوباره از اول خط دوم. آخر خط دوم زدیم. یه نکته هم اینجا داره، من اینجا تو میزان سوم تکریز دارم. ما اصولا در موسیقی ایرانی تکریز داریم، تک با راست و ریز با راست شروع میشه. 6 تا یا 8 تا راست چپ راست چپ میزنم، به چپ تموم میشه. اینو همیشه هم من گفتم. راست اول روی موقع ها در سنتور میتونیم روی زرد بزنیم که هم حالت واخان پیدا میکنه، هم حالت سر مضراب پیدا میکنه، هم زیبا میکنه، ولی نوتش، اون قیافه نوتش یه ذره پیچیده به نظر میاد، ولی خیلی چیز پیچیده نیست. راست باز با راست یا اینطوری. همه تکریزهایی که تکش داره غیر از نوت دو سفید میخوره. نه از این توضیح. خط سوم از این واخونه، چون قبلش نگاه کنید به ره رسیدیم. پس اینجا میگم خط بعدی، حالا از سی تکرار میکنم، من تکرار میکنم. رمی رمی دو ادامه میزان سوم. آخر خط چهارم کتاب رفت. خب توضیحی که اینجا بدم، ببینید ما میزان دوم خط سوممون یه ذره شاید مشکل باشه، دوباره بگم اینطوریه.
اینجوری هم میشه بزنی، از اول خط سوم میزنی دوم، یه ریز رومی اشاره به ره، بعد میشه دو سی دو راست چپ راست، یا اینو میزنیم یا اونی که تو کتاب هست. نکته اینه که ما بعد از می شروع کنیم این جمله رو به دو ختم کنیم، یا اینه که از می شروع شد به دو، یا اینه که تا این یه ذره تکنیکی تره، اونی که من میگم یه ذره ساده تره. از اول خط سوم اینجوری میشه. ترتیب میتونیم تمرین بکنیم که اینها رو روی جاهای مختلف بتونیم اجرا بکنیم، و این هم که اینجوری شد. و حالت لنگ هم میتونیم اجرا کنیم، یعنی چپ حالت تکیه در واقع این میگیره، از در خط دوم میزان اول هم میتونیم از تکیه به جای تیریل استفاده کنیم، اینجوری به جای تیریل. دوباره میگم، ببینید ره می دو. اینجا هم در خط چهارم میزان دوم هم که اینطوریه، اینجا هم خودش که حالت تکیه داره، ولی این تکیه رو میتونیم راست و از چپ بعدی یک کم فاصله بدیم، و راست قوی تره چپ ضعیف تره. خب بریم خط پنجم. این واخونه مال در واقع قبلیه، تیکه قبلیه، ادامهش میشه ببینید نقطه دار داره. تکرار میکنم، حالت دیگه هم میشه اینو اجرا کرد. خب پس شد، یه اشاره هم حالا من اضافه کردم، بعد تکرار داره خود این دوتا میزان، بعد ادامهش میشه که رفتیم خط بعدی. خط بعدی سکوته یادمون نره، اینجا این تکرار داره، رفتیم میزان آخر، این هم اینجوریه دو راب با چپ. خط آخر و تکرار این در واقع اون ترجیبند شعره، thank you.
موسیقی